بر روی یک سفره و تخت بسیار مرتفع تنها به منظور دفاع از آن قصر نبوده است، بلکه این اندیشه از بابلی ها اقتباس شده و همچنین نشانه ای از نفوذ سبک ابنیه اورارتو می باشد. سلاطین هخامنشی خود در قصر نبوکدنصر در بابل اقامت داشتند که آن قصر باز هم از کاخهای پرسپولیس مرتفع تر است و بر روی صفه ای از آجر بنا شده و مشرف به دشتی وسیع و بسیار گرم می باشد. شبکه مجاری فاضلاب به تخت جمشید نشان می دهد که معماران آن دوره با توجه به موقعیت جغرافیایی تپه برای جلوگیری از اثرات خراب کننده ریزش های جوی که بیش از همه در قسمت های شرقی در امتداد پای کوی رحمت بناها را در معرض تخریب قرار می داد، پیشبینی های لازم را به عمل آورده بودند. در میان عناصر معماری هخامنشی، ستون از اعتبار خاصی برخوردار است. اگرچه ساختمان 40 ستون پیش از هخامنشیان در بسیاری از نقاط جهان آن زمان متداول بوده، ولی برای اولین بار در سرزمین پارس فاصله ستون‌ها و ارتفاع آنها تا حد امکان افزایش یافته است. از دیگر ویژگی‌های معماری هخامنشی نوع سقف‌های بناهای آن است. علاوه بر طاق‌های مسطح مانند سقف‌های چوبی بناهای سلطنتی تخت جمشید، ساختن کاخ‌های گنبدی نیز در این دوره متداول بوده. بناها و شهرهای هخامنشی علاوه بر جنبه‌های تکنیکی معماری و شهرسازی، اوضاع اجتماعی آن دوره را نیز بازگو می‌کنند. زندگی در شهرها حتی برای پایین‌ترین اقشار جامعه شهری مترادف با جدایی از کار تولید کشاورزی بود و در نهایت جامعه روستایی وظیفه تأمین مواد غذایی ساکنان شهرها و سربازانی را که به طور دائم در خدمت ارتش هخامنشی بودند به عهده داشت.
با مرگ داریوش به تدریج شرایط جهت شکست ایرانیان در برابر حملات خارجی آماده شد. امپراتوری عظیمی که کوروش و داریوش بنا نهاده بودند، مراحل انحطاط و سقوط خود را می‌پیمود. فشارهای ناشی از مالیات‌های سنگین به جنبش آزادی خواهی به ویژه در مصر منجر شد. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین سپاسگزارم. امیدوارم مطالبی که با عنوان معماری شهرسازی و شهرنشینی در ایران مطرح کردیم براتون مفید بوده باشه. در این لحظه وقت برنامه ما به پایان رسیده و من از همگی شما بینندگان محترم و دانشجویان عزیز خداحافظی می‌کنم. تا دیداری دیگر شاد و پیروز باشید.